تلویزیون امید ایران. بله. بله. این صدای کی بود؟ این میگه با یه آقای زنده باش. یه آقای داشت میگفت یه چیزایی گفت شما نادیده بگیر. نشدیدی. زنده باش. آقا یه خودکاره که میگیری استایلش خیلی بالا. خودش. یه هم یه خودکاره دستمون بوده. جوهرش خوش نشده. ایشالا نفس شما همیشه گرم باشه و و خیلی خوشحال هستیم که گفتیم که اول برنامه یا وسط برنامه که من اومدم گفتیم هزار ماشاءالله اینقدر هنرمندان خوب میان و اینترویوهای خوشگل نوروزی رو داریم. من یکی از دوستان خوبمون رو دیدم و شما یه جوری اگر امکانش هست احتیاج که به معرفی نداره، خودشون صابخونه هستن. یعنی واقعا صابخونه هست، واقعا. یعنی شخصیتی است که اصلا رفاقت و دوستی که من با این عزیزم دارم کوچکترین ربطی به همکاری نداره. یعنی یه جورایی مثلا یه دلم براش تنگ میشه. چقدر باشن و یه ارتباط قلبی خیلی 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 نزدیک ما با هم داریم و قطعا همه میدونن اون مرتضی برجسته است. زنده باشن. درود بر شما. آه درود بر شما. سال نو مبارک باشه. داشتم گوش میکردم کیو میخوای بگیم راجب کی میخوای صحبت کنی. به هر حال انشالله که امسال سال خیلی خوبی باشه، امیدواریم. و سال گذشته همچین سال درخشانی نبود. تقریبا این 44 سال همش همینطوری بوده. هی میگفتیم سال گذشته درخشان نبود، انشالله سال آینده سال خوبی باشه. ولی واقعا آرزو میکنیم که انشالله امسال این مصیبت ها تموم بشه، یه مقدار مردم خنده به لبهاشون بیاد. ببین نوروز شناسنامه مملکت ما هستش. ما اگر که نوروز رو ازمون بگیرن انگار که هویتمون رو گرفتن. شاید جمشید شاه در 2000 خورده ای سال پیش فکرشو نمیکرد که یک بدعتی بذاره و این بشه به عنوان هویت و شناسنامه مملکتی. در طول این 1400 سال شاید، ولی مخصوصا در طول 44 سال گذشته خیلی سعی کردن که این نوروز رو کم رنگش بکنن و اتفاقا پررنگتر شده. اگر که توجه کرده باشین نوروز، من سالهای گذشته یعنی قبل از شورش 57 هیچ وقت یادم نمیاد که ما اصلا تیرگان رو جشن گرفته باشیم. یلدای رنگی داشت، یه خود میشناختیم یلدا رو، ولی مهرگان همچین جشنی نمیگرفتیم. یا مثلا سپندارمز رو اصلا نمیشناختیم اصلا چی هست داستانش. اصلا ولی الان همه جشنا رو همه ایرانی ها میدونن، میشناسن، هممون میشناسیم. به دلیل اینکه ایرانی ها در هر هجوم تاریخی به اصالت خودشون برگشتن، سنت های خودشون رو حفظ کردن، به خاطر اینکه این هویت و شناسنامه و شرف مملکت ما هستش. ولی چیزی نیست که این مملکت ها رو از هم جدا بکنه. همین سنت هاست، همین هاست. در چین هم بری یه سری سنت دارن. بله. مثلا شما در چه میدونم اسرائیل که میری، من دیدم یه عیدی هستش که پیازچه میزنن به هم دیگه. خب برای ما شاید مفهوم خاصی نداشته باشه، ولی اینا یه سنته، اینا باید حفظ بشه. حالا یه حالتی ما خب الان میبینم که هفت‌سین خیلی قشنگ بهار خانم چیده اینجا، خیلی خیلی هم زیباست. خیلی کامنت گرفت امسال آقا. یعنی درسته، یعنی بر اساس این تخم مرغ باید همه اینا باید این اتاق رو میگرفته. فقط تخم مرغ خیلی تو چشمه ها. البته تخم مرغ که نیست، ولی خب مثلا ما به اصطلاح اینا رو میگیم تخم مرغ. عید شما مبارک. عید شما مبارک. نمیدونم اون مرغی که تونسته این تخم بذاره چه بلایی سر شما داره. نمیدونم شطور مرغ باشه. بازم اون بریم از حد شطور خارج شده دیگه. ولی میدونی که فلسفه این هفت سین چی هستش؟ حالا نمیخوام بگم هفت تخم، ولی هفت سین در اول هفت میم بوده. شما میدونستین اصلا هفشین نبوده؟ قبل از هفشین هفچین بوده و خب. بعد قبلش هفمیم بوده. باری چی بوده؟ میما. میم ماهی بوده، مرغ بوده، میگو بوده، ماس بوده و چیزایی که با میم شروع شده زیاد هم هستن.
بعد اینا میان هفت چینش میکنن. چین یعنی هفت تا چینی. اون موقع در زمان باستان خب چینی نبوده، کاسه گلی درست میکردن دیگه، ولی از چین ظروف چینی میووردن و خب خانواده های متمول میتونستن که امکان اینو داشتن چینی بخرن سر میزشون بذارن. خب این هفت تا چینی میذاشتن، حالا توش هم به سلیقه خودشون هرچی دوست داشتن میریختن، احتمالا مثلا هفت تا سین شاید میذاشتن، هفت تا هرچی میخواستن میذاشتن. بعد یواش یواش که خب چینی زیاد میشه دیگه، همه این چینی ها رو سر میزشون میذاشتن و یه چیزایی میشیدن توش و معمولا میگن هفت تا سین میذاشتن توش. حالا علتش چی بوده؟ سین بعد هفت تا شین میشه، هفت شین میشه و شراب و شهد و شکر و شیرینی و شمع و این چیزا رو میذاشتن. در زمان ساسانیان احتمالاً فکر میکنم، اونطور که من یکم مطالعه کردم و فکر میکنم که خب به دلیل اون شرابی که سر میز میذاشتن، اسلام هم 1400 سال پیش که اومد زیاد علاقه ای نداشت که شراب سر میز باشه، بنابراین اینو هفت‌سینش کردن، ساسانیان گفتن هفت‌سین. ولی خود هفت‌سین فلسفه خیلی زیادی داره. میدونید چرا؟ پنج تا خاصیت مهم باید باشه. حالا من نمیدونم شما همش اینجا گذاشتین یا نه. همش هست. اولا باید که اولش سین باشه شکه. که خب طبیعیه دیگه. بله. سین باشه، با سین شروع بشه. بله. باید یه ضربی باشه. مثلا سیب. مثلا نمیتونیم بگیم سیب زمینی. دوتایی میشه. یه دونه باید باشه. سیب کرد. اینا رو هم که شما میبینید مثلا سیب و سماق و سنجد و سبزی و سمن و اینا همه یه سیلابیه. کاری کرد. اینا باید ریشه گیاهی داشته باشه. همه اینایی که شما میبینید سر میز هست، سنبول. نه، سنبول جزء هفت‌سین نیست. سنبول خوردنی نیست. حالا بهت میگم اینا باید خوردنی باشه. آه، گیاهی باشه. گیاهی باشه. سین باشه، گیاهی باشه و خوردنی باشه. خب. و اینا شما الان باز نگاه کنید میبینید که خب سبزی، انواع اقسام سبزی ها رو میذارن میشه خوردش، البته سنبول هم بعضی هم میخورن، ولی خب اون سنجد و سمنو و اینا همه یه ضربی هست و ریشه گیاهی داره و خوردنیه. عجب. حالا شما چه اطلاعات خوبی در بین تمام واژه های ایرانی، در هر سین و شین و هر چی که فکر کنین، فقط این هفتا هستش که با سین شروع میشه و این خاصیت ها رو داره. با سین شروع میشه، ریشه گیاهی داره و خوردنیه. هیچ چیز دیگه شما پیدا نمیکنید. یکی از دوستایی ما میگه من سنگک هم پیدا کردم، که البته سنگک بازم دوتاییه، میشه نون سنگک نمیشه، سنگک خودش خب سنگ داره سنگ، ولی شما هیچ چیز دیگه ای رو نمیتونید پیدا بکنید که این خاصیت ها رو داشته باشه توی این هفت سین اضافه بکنی. حالا البته مثلا تخم مرغ خیلی قشنگی گذاشتین شما اینجا، این تخم مرغ هم میذارن، آب میذارن، ماهی میذارن. ولی امسال ما یه کاری که کردیم، من خیلی مخالفم با این ماهی. من که ماهی ها 90% 95%شو میمیرن پای هفت سین، اصلا زیاد ماهی قرمز نمیمونه. و این بار ما کریستال ماهی رو گذاشتیم به جای خود ماهی. بله. خب ببینید خیلی چیزا هست که یه نمادی هستش از باورهای ما. مثلا آب میذارن، معمولا آب میذاشتن قدیم، هیچ وقت ماهی نمینداختن، بعدن خوره رس شده خوشگل بوده حرکت بکنه ماهی میذاشتن، ولی آب میذاشتن نماد روشنایی بوده، شمع مثلا میذاشتن یا مثلا گل لاله میذاشتن، آینه میذاشتن. اینا جزء هفت سین نیست، جزء چیزای جنبیه، ولی اون هفتایی که عرض کردم خدمتتون اونا. و حالا گفتیم ماهی یه چیز جالب یادم افتاد، بعد نیست سر سال نویه از نظر مزاح برای دوستان بگم، ماهی ما گذاشتیم یک سالی سر هفت سینمون و این ماهی سالها زنده بود، نمرد، این ماهی زنده بود. و خیلی عجیبه که تو خونه ما به خانم سابق من عادت کرده بود، عین اتفاقی که برای مادر من افتاد. حالا بقیهش که نیفتاد. نه نه حالا بگم تا اینجا شاید سر جالب نباشه اتفاقا مادر تو بگی. خب خلاصه این ماهی 5 سالی بود
واقعا 5 سال ماهی زنده بود و این وقتی که میرفت سر کاسه اصلا مثل این که میشناخت یه آدمو میومدن بالا تکو میدادن غذا بریزن تا اینجا بعد با مادرش مشترک دقیقاً یکی تا اینکه فقط اون 13 سال 14 سال طول کشید مال شما 5 سال نه اونم دلیل داره که 5 سال طول کشید میتونه 14 سال از همینجا وضعیت کار ما با مادر شما جدا میشه خب چی شد بعد تابستونی بود هوا خوب گرم بود و عهد و عیال خونه گفتم ما میریم به مسافرت میریم تا مثلا کنکون و نمیم کجا میخواستم برن اینا گفتم خیلی خوب بریم بعد گفت فقط این عزیزای دل منو مواظبشون باش از اینجا که دیگه مادر شما جدا شد خزید جدا شد عزیزای دل منو مواظبشون باشه منم گفتم آره خب چیه غذایی میریزیم میخورن دیگه غافل از این که من شب بود رفتم خونه یکی از دوستان دیگه بر نگشتم و یادم رفت که فردا زور این کاسه دم پنجره هستش و احتمالا آفتاب بیفته این تو بعد این از جلو آفتاب برش میداشتیم خلاصه اینا هم یه دو روز قرار برن و برگشتن و هنوز برنگشت و من اومدم خونه دیدم ایداد این ماهی ها مردن وای خدایا چه بکنیم حالات ما رو به عنوان قاتل حالا اینجا اعلام نکنید ماهی ها مردن حالا ماهی ها چه جور ماهی ماهی ها 5 سال بود بزرگ شده بودن و یکیشون زرد بود و سیاه داشت زرد و سیاه بود یکیشون قرمز و سفید بود یکیشون هم قرمز بود حالا من این ماهی ها کجا پیدا کنم این شکلی خلاصه بودو بودو توی این پت شاپ ها این بر اون بر اصلا این رنگی پیدا کنم همه قرمز یه دست بود اصلا ما قرمز یه دست یه دونه داشتم خلاصه یه دو سه تا پیدا کردم یه چیزایی شبیه این منتوالی خب به اون بزرگی که ماهی نیست خیلی کوچولو بودن اوردیم انداختیم تو بالاخره آخرین لحظات با تمام تلاشایی که شما فیلم بسازین میدونید که آرتیست آخرین لحظه ماهی رو رسوند به کاسه و خلاصه انداختیم توی کاسه و گذاشتیم روی میز و اینا ها از سفر اومدن گفتم در اول برم به عزیزای دلم سر بزنم عزیزای دلم رو برم ببینم گفتم بفرمایید عزیزای دلتون حالا این عزیزای دل دیگه نمیشناختنش اون عزیزای دل میشناختنش آقا این همچین که رفت پای کاسه اینا شلب شروع پرمالا بپر پای یکیشون نزدیک و بیفته بیرون گفتش ای داد اینا دلشون واسه من تنگ شده دلفلکی ها خیلی دلشون واسه من گفتم آره واقعا ناراحت به این چند روزه به منم گفتن که دلشون نگیزه درشون خلاصه این درستان خب وقت چند وقت ماهی هم موندن اینا هم زیاد نه دیگه ما عزیزای دلش دیگه ما خودمون هم نموندیم دیگه ماهی ها دیگه بودن خزانش هست کنم اتفاقا مادر من توی تنگی تنگ بزرگ البته سه دو تا ماهی بودن اینها رو 14 سال نگه داشت تو این 14 سال اینا پولکشون ریخت قرمز بودن و سفید سفید شد ریش در آوردن نه ریش سیبیل ببخشید سیبیل در آوردن و بعد از یه مدتی دوباره قرمز شدن اصلا یه چیز و تنها کسی که مثلا مادر من میومد دستشو میمد تو آموزه اینا یعنی همه میمدن شروع یعنی میکردن یعنی نر بودن که سیویل در رو بردن آره دیگه سیویل یا اسه شده کجا بگیم 13 سال یه ماهی مونده باشه 14 سال تا اینکه مادر من که سکته کردن حدود دو ماه سه ماه بعدش اینا نمیدونم اصلا چی بوده اینا با اینکه ما برشون هم غذا ریختیم و اینا ولی ما نتونستن دیگه بونه یعنی واقعا این درسته این که میشناسن ماهی ها درسته من خودم اصلا همه حیوانات احساسات خیلی خیلی بالایی من تو یکی از دلایلی که من ماهی نمیخورم گفتی آخه منظر مرتضی عزیز بودیم بله 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 چه پذیرایی چه دست بود اصلا حرف نداره زنده باشه من قسم خوردم که سبزی کوکو سبزی تو زندگیم قسم براش خوردم که میدونی تعارف نکردم زنده باشه تو زندگیم چنین کوکو سبزی نخوردم حالا بگذاریم
شیرینیاشون هم خوشمزه است. شیرینی درست. آه دیشب شیرینی خوردیم. چه شیرینی. اوه مای گاد. خیلی خوشمزه. خب عید دیگه میدونید دیشب هر چی بچه یتیم بود جمع کرده بود. دور هم جمع بشیم. اونایی که خانواده دارن که دور هم بودن. اونایی که نداشتن گفتیم همه بیاین دور هم جمع بشیم. بالاخره بشینیم نوروز رو سلبریت کنیم. نوروز نوروزه. به هر حال هیچ فرقی نمیکنه. در هر شرایطی برای ما نوروزه. 100%. یعنی نوروز وقتی که میاد امید با خودش میاره. غیر از اینکه بهار هست، غیر از اینکه سرزندگی هستش، امید هست. یعنی همیشه اگه یادتون باشه، من تا زمانی که یادمه همیشه میگم 100 سال به این سالها، نه هم 100 امیدواریم که سال آینده سال خوبی باشه. این همه میگن. یعنی امید انرژی دیگه. انرژی این امید وقتی که نوروز میاد امید هم با خودش میاره، آینده بینی میاره. مثلا لباس نو می پوشیدن، به استقبال سال نو می رفتن، به استقبال امید می رفتن که بچه ها واقعا بدونن که نوروز یک حرکت، یک تحول هستش. دقیقا. و این رو باید با چنگ و دندون واقعا حفظش بکنیم. تمام ما، نسل ما و همه نسل خود همینطور که حفظ کردن به ما دادن، ما هم باید حفظ کنیم به فرزندانمون بدیم. یکی اینو نگفتم، من دیشب مرسی عزیز ماهی خیلی قشنگ و زیبایی رو درست کرده بود که من هیچ وقت ماهی نمیخورم. مرسی گفت چرا نمیخوری؟ گفتم یه داستانی پشتش. داستان اینه که من تو آفیسم، اگه یادتون باشه توی کوربین که با هم بودیم، توی رسیدا که شما هم تشریف میبودی، یه آکواریوم بود درست بغل میز من و آکواریوم دیواری هم بود و این ماهی ها وقتی که کسی نبود می اومدن پشت شیشه و از من میخواستن که من برم باشون بازی کنم. من دستمون پشت این شیشه که میگرفتم اینا دنبال توی آکواریوم که نمیرفت. نه 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 همون بیرون از بیرون همینطور اینا دنبال من می اومدن. بعد وقتی که یکیشون که میمرد، آقا ما عزادار بودیم. بعد من ماهی سفید میخوردم. یه روز رفتم رستوران که ماهی سفید مثلا اوردر بدم، گفتم پسر تو ماهی تو آکواریوم میمیره، زار زار میشینی گریه کردن، احیا میگیری، تو سرت میزنی، به چند روز اصلا ناراحتی، بعد خودت بیا اینجا تو رستوران شروع میکنی ماهی خوردن. از اونجا من تا به امروز لب به ماهی نزدم. بله ولی ماهی شما چجوری آکواریوم چقدر ماهی سمه ماهی همین ماهی سبزی پلو ماهی رو بخواهد داستان دیگه. اون یه داستان دیگه از آی خدا خدا. آقا تو این برنامه نوروزی به این اندازه‌ای که من تو این برنامه الان خندیدم هیچ وقت نخندیدم. انرژی مرتضی نوروز. من فکر میکنم برنامه رو عوض کنیم. خواهشم یه اون بر اون موزیک شادشو بریم به جای موزیک به به مرتضی عزیز باقالی پلو با گردن این دفعه. آقا پس ما دعوتیم دیگه، بیا میشاله با باقالی پلو با گردن. البته برای شما استثنا کتلت هم درست میکنم. بریم آقا بریم عجب. عاشقونه این روزا دل به تو میدم، همه حرفا رو علاقه است. این روزا هر چی که میگم، این روزا هر چی که دارم از محبت تو دارم. خدا اون روزو نیاره که بگی دوست ندارم. ریزه ریزه آروم آروم عشق اومده توی دلامون. ریزه ریزه آروم آروم به هم عادت کرده دلامون. تا که اومدیم بفهمی دیدی عاشقی من دو تامون، دیدی عاشقی من دو تامون.
باشی خیال من، هر جا که میرم راحته، خیلی تو رو دوست دارم، قلبم روی این حالته. فکر نکنی که فاصله کم میکنه این حسمو، از همه میگذرم ولی دست تو میدم دلمو. ریزه ریزه آروم آروم عشق اومده توی دلامون، ریزه ریزه آروم آروم به هم عادت کرده دلامون، تا که اومدیم بفهمیم دیدیم عاشقی من و تامون. عاشقونه این روزا دل به تو میدم، همه حرفا رو علاقه است. این روزا هر چی که میگم، این روزا هر چی که دارم، از محبت تو دارم. خدا اون روزو نیاره که بگی دوست ندارم. ریزه ریزه آروم آروم عشق اومده توی دلامون، ریزه ریزه آروم آروم به هم عادت کرده دلامون، تا که اومدیم بفهمیم دیدی عاشقی من دوتامون، دیدی عاشقی من دوتامون. ریزه ریزه آروم آروم عشق اومده توی دلامون، ریزه ریزه آروم آروم به هم عادت کرده دلامون، تا که اومدیم بفهمیم دیدی عاشقی من دوتامون، تا که اومدیم بفهمیم دیدی عاشقی من دوتامون. به به، خب برگشتیم، در خدمت شما عزیزان هستیم و مطمئن هستم که از این ترانه‌های زیبای مرتضی عزیز هم در ماشین هم در منزل باش خاطرات خوبی دارید و امروز من بسیار خوشحال هستم که مرتضی عزیز رو ما در استودیو داریم و چه اطلاعات قشنگی رو میدونن به ما گفتن و دست درد نکنه مرتضی جان. حالا شما سال دیگه حفصی میچینین حفصین؟ من هفشین خیلی داشته باید راستی ها. حالا من دیشب اون سفره‌ای که من چیده بودم هم هفشین توش بود، هم هفسین توش بود، هم هفچین توش بود. عکسی نگرفتی از سفرتون؟ چرا نگرفتی؟ خب پس میشه لطف کنی برامون بفرستید و نشون بدید؟ حالا میرم تو آهنگ بعدی، تو آهنگ بعدی ولی الان یه عکسی فرستادم تو سیو هست، سیو مسیج. این عکس عکس تاریخیه، برای اینکه زمانی که این عکس بر روی مجله جوانان رفت، مجله رایگان، مجله رایگان، او مای گاد، یاد مانوک عزیزم، مانوک خدا بخشن، واقعا یادش بخیر، روحش شاد باشه، روح شاد. واقعا روحش شاد باشه، روی مجله رایگان رفتش، اصلا همه رو تکون داد که این عکس چطور تونسته به این صورت درست بشه و این از ابتکارات مرتضی بود. اولا ما باید بگیم که مرتضی عزیز تنهای خواننده، آهنگساز و خدمت شما عرض کنم در موسیقی نیست، بلکه در کار گرافیک سالیان سال معروف ترین به اصطلاح لژند ها و نمیدونم سوپر استار ها و همه کسانی که اینجا میخواستن کار گرافیک داشته باشن استدیوی آقای مرسا برجسته بودن. سالها استدیوی صدا برداری داشت که در این راه چه خدماتی کرد. برای آدمی نبودی که فقط در یه مسیر بخواد بره و بخونه و بعدش هم شب بره خونه. یه آدم خیلی واقعا با تلنتی و میوزیک ویدیوهایی هم که درست کرد که اکثرش هم خیلی هاش هم در برنامه های نوروزی ما پخش کردیم. اینو خیلی جالبه، ابتکاراتی بود کاش میتونستیم نشون بدیم که همه اینها این ابتکارات فقط از طریق کروماکی ما انجام می‌دادیم،
نه کامپیوتری بود که سوپر امپوز بکنیم، ولی انقدر در زمان خودش، الان هم که نگاه میکنیم یعنی فکر درش رفته 100%، فکر گذاشته شده که آدم بتونه مثلا موقعی که داره تب میزنه مثلا کنار تبله آقای خردادیان مثلا میرقصه، متوجهی؟ دقیقا. اون موقع دست که کامپیوتر نبود که مثلا الان با هر کاری که میخوایم بکنیم بکنیم. این عکسی که الان میبینید، این عکس رو واقعا زمان خودش وقتی که روی مجله رایگان رفت، من از مرسای عزیز خواستم برای من فرستاد. بله این همینطور نگر دارین. این ببین این کاغذهایی که الان شما رو هوا میبینید مثلا، یه کلا هم هست یا کلا، اینا اصلا بادی نیومده بوده، اینا رو مرسای جون تعریف کن. حالا یه چیز جالب بگم، همین راجبه همین میخوام بگم راجبه این پشتش. ما اون موقع خب کامپیوتر نبود، بعدن که خب کامپیوتر اومد اینو خب الان در یک ثانیه میشه درستش کرد و نمونا پرواز پرنده و هرچی بخواین دیگه میشه گذاشت، یه مسئله ای نیست. دقیقا اون موقع یک روز طول کشید ما اینو ستاپ کردیم با نخای مخصوص ماهیگیری، اینا رو آویزون کردیم و یه آقای امیر قهرایی بودش که تو ایران هم از این برنامه های کندی کمرا و این چیزا درست میکرد. رفتی به 30 سال پیش آقا، 35 سال پیش، این مال سال 80 و واویلا مال 86ه. واو. مال سال 86ه، حداقل مال چه میدونم، آره 35 سال پیشه. به هر حال یه نکته خیلی مهمی در این عکس من گنجوندم که حالا شاید کسی بهش توجه نکرد. یه ساعت پشت سر من هستش، درست کرده بودم این ساعت رو، خودم درست کردم. یه ساعت پشت سر من هست که حالا الان نصفش نیفتاده توی این عکس، حالا بعدا اگر عکسش افتاد. این ساعت 13 ساعت داره، 12 ساعت نداره. چرا؟ 13 ساعت به دلیل که البته توی مجله تمام اینا رو توضیح داده بودم تو همون شماره‌ای که هستش. ساعت 13 میدونی که ساعت صفره. بله. یعنی ساعت بیهودگیه. ساعتیه که دیگه همه به اون حالت بیهودگی و میرسن. به هر حال اون موقع من گفتم که ما به حالت بیهودگی رسیدیم در این زمان خودمون. غیر از این که ما یه خواننده‌ای هستیم که باید کارامون رو یه سری آدمای دیگه ای انجام بدن، همه کارمون رو خودمون داریم انجام میدیم. تلفنمون رو جواب میدیم، نوتمون رو می‌نویسیم، آهنگمون رو می‌سازیم فلان. من یک جایی بود به اسم کلبه، نمیدونم شما یادته، کاباره کلبه بود در لس آنجلس که دیگه الان نیستش. اون موقع من در اونجا برنامه داشتم. آقای اسوانی هم صاحبش بودن. بله. فزی بازرگان. بله. الانم هست، حالا داستانای جالبی هم ازش شنیدم. به هر حال آقای فضیه بازرگان یه روز به من زنگ زد، گفتش که دو تا خواهر هستن به اسم خواهران باربی، میخوان بیان اینجا برنامه اجرا کنن، میشه تو هم بیای امروز، قراره که بیان اینجا رو ببینن اینا، تو هم بیای اینجا بشین با ما که ما تنها نباشم. باش پاشدیم رفتیم در کابره کلبه و نشستیم اونجا و دیدیم که اولی آقای وارد شد و گفتش که من مسئول ساند هستم. برای کی؟ حالا برای کسایی که اصلا همین شروع نکردن کارشون، من میخوام مثلا در کلبه تازه شروع کنم اولین شبو بخونم. من مسئول ساند هستم. ببین بفرمایید چی دارین ساند؟ اینو داریم، اونو داریم. یه نیم ساعتی اومد بررسی کرد و نوشت و این کمه، این زیاده، اینطوری باید بشه، میکروفون تو رفت. همین که داشت میاد یه آقای دیگه اومد. گفت من مسئول لایت هستم. آره ما لایت هایی که برای این دوتا لازم داریم، یکی باید اینطوری باشه، اثبات باشه، اپوش بزنیم اینجوری بشه فلان، شما نداریم، ما باید به اینجا تنظیم کنیم فلان. گفتیم باش. اونم نوشت و یه آقای دیگه اومد گفت من منیجر هستم، استیج منیجر هستم. باری که الان خب شما چی کاره هستی؟ گفت بله جا بعد از اون بر باشه که اون خواهر از اون بر میاد، این خواهر از این بر میاد، خواهرتونو خلاصه اومدش و اومدن و خواهران اومدن. ما هنوز ندیدیم باربیارو، هنوز باربیارو ندید. اینا اومدن و این آقام رفتش. بعد از مدت ها دیگه خب 4 نفر ارکست اومدن و گفتن ما
اعضای ارکستر هستیم و جای ما کجاست و جای ما اینطوریه و همه مشخص شدن و من گفتم آقا ما پاشیم رفتیم داداش، ما این خواهرها رو اومدیم ببینیم نیستن، منیجرشو فقط اومدم، من رفتم خسته شدم. گفت فردا شب برنامه است میای؟ گفتم سعی میکنم بیام، حالا امشب بذار بگذره. واسه رفتم فردا شب من نتونستم برم. بعد شب که آخر هفته برنامه داشتم رفتم گفتم فزی جان چی شد برنامه خواهرای باربی؟ گفت بابا اینا تعدادی اومدن اینجا هی رفتن، دیدی که یه نفرم نیومد، یه نفرم نیومد. گفتم یعنی چی؟ یعنی فامیلشون هم نیومد؟ گفت باور کن فامیلشون هم نیومد. منظور من حالا از گفتن این حرفا اینه که ما به یه جایی رسیده بودیم بعد از اینکه 300 تا آهنگ خوندیم، نمیدونم شهرتی پیدا کردیم در مملکت خودمون، در اینجا حالا باید بیایم منیجر خودمون باشیم، ساند خودمون رو بنویسیم، لایت خودمون رو درست کنیم، طراحی خودمون. مفهوم اون تصویرم در واقع این بود که اونجا توضیح داده بود. این تصویر واقعا در زمان خودش، شاید الان کامپیوتر اومده ولی در زمان خودش اصلا خیلی بحث انگیز و چجوری اینو درست کرده، آخه همه مونده بودن که چجوری باد زده بوده اینا. بعد میگفتن نه اینا اومدن یه آن بادو زدن که این کاغذ اونجا عکس گرفتن، بعد اومدن گفتن نه اینو با نخ کرده. خلاصه هزار تا خیلی یه روز طول کشید، ما رو ستاپش کردم اینو تمام اینا رو آویزون کردیم. اینم یک از کارهای ویژگیه، یا تمام عکسایی که روی مجلات میرفت و خودش دیزاین میکرد و هنوزم خودش میکنه، ولی خیلی واقعا جای بحث داشت. خب بریم یه میوزیک ویدیو دیگه از مرسی عزیز ببینیم و حال کنیم با صداش، با میوزیک ویدیویی که اکثرش هم خودش کارگردانی کرده. یادتون نره ها، دقیقاً خودش کارگردانی میکنه. نگاه میکنه دشمن اومد تو خونه مستقر شد، به ریشه های کهنمون تبر شد، هر روزمون محرم و سفر شد. بس چرا ساکتیم، چرا نشستیم، منتظر اومدن کی هستیم؟ مردا تو زندونم زیر شکنجه، نفس کشیدن زنا با رنجه، ماری که افعی شده روی گنجه، قرق تلاس بوتی که میپرستی، منتظر اومدن کی هستی؟ منتظر اومدن کی هستی؟ صدای
خب به 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 درگشتیم در خدمت شما عزیزان هستیم. و آقا چقدر با یک هنرمند وقتی صحبت میکنی اینقدر اطلاعات عمومی داره، هنرمندیه که تلنت خاص خودشو داره، زمان چقدر سریع میگذره. چون که با یه هنرمندی آدم میشینه که سالها تجربه و خاطره داره، یعنی وقتی ما با مرتضی میشینیم صحبت میکنیم، واقعا یه دفعه من، یعنی همین دفعه آخر، نه دیشب رفتم، اولا خدا حفظش کنه زنده باشه، به فکر من همیشه هستش، زنده دیده بود من تو تظاهرات فیلم برداری میکنم، ویدیو میگیرم، رفت یه میکروفون برای من خرید که آقا این میکروفون رو ما مثلا چیز وایرلس باشه که با هر کی میخوای صحبت کنی صداش بهتر باشه. اینا عشق دیگه. دقیقاً. اینا هیچ چیز جوری نمیتونی پیدا کنی. الان رفاقت شما با آقا مرتضی چند ساله؟ بیشتر برو بالا به سن شما نمیخوره. جدی؟ اولین برنامه ویژه نوروزی که درست کردم از اونجا مرتضی قطار بود. تو تمام برنامه های نوروزی من این مرد 40 سال پیش بوده. این مرد اومد شرکت کرد. زنده باشه. این اومد شرکت کرد و خدا حفظش کنه. البته قبلش هم میشناختم، به شیر خورده میرفتم. اونجا بودی. زنده باشه. آشنایی داشتیم. مرتضی رو من در ایران در استودیو میساقیه دیدم. باریکلا. من چند دفعه اونجا تو کابل، یعنی به اقتضای کار سینما و اینا مرتضی رو با همدیگه آشنایی رفیق نشده بودم، ولی خب همدیگه رو میشناختیم. هیچ میدونی من چند تا آهنگ متن فیلم خوندم. بله میدونم. حدس بزن چند تا خوندم. نمیدونم چند تا، ولی تو خیلی نزدیک 50 تا. جدی میگی 50 تا فیلم ایرانی رو متن شما من بیشترش هم آقای واثقی باشه، بیشترش بله حسین زیاد، حسین واثقی بود، البته پرویز مقصدی داشت، لاچینی داشت، از کسای دیگه هم خونده بودم، ولی اکثرا مال حسین واثقی بودش که خب فیلم ها رو می ساخت. بعد که ما اومدیم به امریکا، اتفاقا این آهنگی که الان دوستمون پخش کرد، دو سال و نیم پیش که اول کرونا بود، ما هیچ راهی نداشتیم که بدونیم که ویدیوی اینو چطوری تهیه بکنیم، ولی مد شده بود که میرفتن تو خونه ها میگرفتن اینا رو به هم میچسبوندن، مثلا یکی ویولون میزده، یکی تار میزده، ما این آهنگ همون کار رو انجام دادیم، رفتیم خونه نوازنده ها، یکی یکی سازا رو زدن به هم چسبوندیم. البته خب این آهنگ، شعر و آهنگش، همش تنظیمش، همه چی مال بچهای ایرانه. مسئله مهم میدونید چی، حالا گذشته از این دو پارتی که خب خیلی شوخی کردیم و صحبت کردیم، ولی واقعیت ها هیچ وقت نباید واقعیت ها رو در نظر نگرفت. هنرمند ها اصولا در هر رشته که هستن باید منعکس کننده مسائل جامعه خودشون باشن، و اگر یک هنرمندی منعکس کننده مسائل جامعه خودش نباشه، اصلا نمیشه گفت این هنرمنده، چون به هر حال یه سری آدم ها میره یه سری کارهایی میکنن میرن. الان پلاترهایی هست که تابلو چاپ میکنه، خیلی هم زیبا، نمیشه گفت بهش هنرمنده. هنرمند باید کاری بکنه که در تاریخ هنریش و سابقه هنری ثبت بشه. و من وقتی که 42 سال پیشتر که سال 81 بود که از ایران خارج شدم، از همون روز اول سعی کردم که تا اونجایی که برام امکان داره مسائل جامعه خودم رو مطرح بکنم. مثلا با آلبوم اول دایه دایه چند تا آهنگ داشت که سیاسی بود، میهنی شاید میشد گفت، و همینطوری رفته رفته سرود در هر آلبومی هم داشتم، تا اینکه رسیدیم به کرونا و این آهنگ منو خیلی روشنم کرد نسبت به مسائل جامعه. نه اینکه خود آهنگ، که خب به هر حال هممون میدونیم که مسائل ایران و جامعه ما چه اتفاقاتی افتاده در طول این 44 سال گذشته، مهم مسئله جوانای ایران هستن که اینا مثلا آهنگ تهران رو برای من فرستادن. این جوانا اصلا گذشته ایران رو ندیدن، اینا 5 سال 6 سال 10 سال بعد از اون شورش 57 به دنیا اومدن، اصلا ندیدن و انقدر زیبا حس میکنن. مملکتی هستیم که ما مردم هستن در داخل اینا. به این روز اولی که این اتفاق افتاد در سال 57، ما 35 میلیون جمعیت داشتیم.
الان از 35 میلیون شاید 10 میلیونش مونده از اون 35 میلیون. بقیه بچهای بعد از انقلابن، این 85 میلیون 70 میلیونش بعد از انقلاب به دنیا اومدن و رشد کردن. ولی ملتی هستیم که در گذشته خودمون زندگی میکنیم. این بچه ها آرزوی گذشته دارن. تا حالا همچین چیزی در تاریخ نبوده که یک ملتی در گذشته آرزوی گذشته خودشو بکشه. و من آرزو میکنم که بتونیم در آینده ایران، من مطمئن هستم که اگه اتفاقی در ایران بیفته که انشالله یک تغییر و تحولاتی انجام بگیره، انقدر جوان مستعد در داخل ایران و خارج از ایران داریم که ایران به یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا تبدیل خواهد شد به زودی، با امید خدا. من یک یاد یک حرفی از محمد علی کلی افتادم که خیلی حرف قشنگه. ازش سوال کرده بودن که خب تو این همه که کتک میخوری، این ضربه هایی که روی استیج میخوری، روی رینگ بوکس میخوری، چه احساسی داری؟ گفت درد یک لحظه تموم میشه ولی افتخارش سالها خواهد موند. عجب. افتخارش عجب. گفت درده تموم میشه، درد ما این روزا تموم میشه و وظیفه نسل ماست که بتونیم برای تاریخ امروزمون یک افتخاری کسب بکنیم. درود بر شما. زنده باشی. شما زنده باشی. ممنونم از مرتضی عزیزم که همه ساله این عشق و محبتش رو به مردم ایران داره و به ویژه به تلویزیون امید ایران که همیشه در برنامه به هر طریقی که بوده شرکت کرده و سپاس دارم ازش. آرزوی بهترین ها دارم. دوست دارم ببخشید پیام تو برای جوان های ما، برای ملت ایران، پیام نوروزی تو بدی که پیام نوروزی که خب میدونید نوروز روز عشق، روز محبت. به نظر من بزرگترین دین و آیین و مذهب، مذهب عشقه، چون من به چیز دیگه‌ای معتقد نیستم. شاید به یک ذهنیتی رسیدم که فکر نمی‌کنم که یک آدمی اون بالا نشسته این کهکشانایی به این بزرگی رو درست کرده که اصلا قابل تصور نیست. چیزی که جیمز وب الان داره ثبت میکنه، میلیون ها سال گذشته نوری رو داره ثبت میکنه، چطور یه آدمی نشسته ببینه که ما چیکار میکنیم؟ شاید یه سیستمی برای ماها به وجود آورده و این سیستم باعث شده که بتونیم ما انسان درستی باشیم در جامعه خودمون. من همیشه فکر میکنم الان توی دوربین شما بیام که عشق و محبت و خوشبختی مثل تلفن میمونه. اگه من داشته باشم شما نداشته باشی، هیچ اهمیتی نداره، هیچ ارزشی نداره. اگر شما داشته باشی منم داشته باشم، هست که لذت بخشه و اهمیت داره. سعی کنید که خوشبختی رو با دیگران شیر کنید، تقسیم بکنید و زندگی رو زیباترش کنید. سپاسگزار از مرتضی عزیز. زنده باشی مرتضی جان. صدا همیشه سلامتی برای خودش، واقعا برای خانواده‌اش داریم. دقیقاً. بهترین ها رو برات آرزو میکنم و مرسی از نادرخان عزیز. بازم بریم یکی از ترانه های زیبای مرتضی عزیز رو با هم ببینیم. با آقای مرتضی برخسته خوش کنم. ما هیچ وقت با شما خداحافظی نمی کنیم. از زمانی که مرتضی عزیز اومد به این بیچاره، من نمیدونم این چه جوری بوده که خیلی جلب توجه کرده بسیار. حالا اگر که یک مرغی هم باشه یک چنین تخمی بتونه بذاره، اون برآمدگیاش بیچارهش کرده. بریم. دست من نیست مست مستم، دست من نیست عاشق هستم، از چشات مستم به آسونی، دست من نیست اینو میدونی، دست من نیست این حالم، وقتی هستی بیخیالم، بیخیال از هرچی تو دنیا.
دست من نیست زندگی زیباست، کار چشماته کار لباته این همه احساس توی دنیاته، شیشه عمر من توی دستاته، وقتی تو هستی تو جونم فداته. چقدر ساده دلم دل به دلت داده، همه خوشبختیام توی نگاته، تو قلب عاشقم همیشه جاته. چقدر ساکه تو آرومی، مثل نم نم بارونی، برام مثل یه رویایی خوابی، مثل درد شراب سرخ و نابی. کار چشماته کار لباته این همه احساس توی دنیاته، شیشه عمر من توی دستاته، وقتی تو هستی تو جونم فداته. چشات مستم به آسونی، دست من نیست اینو میدونی، دست من نیست این حالا، وقتی هستی بی خیال.